بذارید یک ایرادی بگیرم به اپوزیشنی که اپوزیشن مسیحی، فکر میکنم وقتم الان تموم شده باشه، برای اینکه همیشه مسلمون‌ها میان و یک سازماندهی‌های بسیار عریض و طویل سیاسی رو اون پشت برای خودشون درست میکنن که وقتی یک اتفاقی میفته سریع میتونن با اون سازماندهی‌های سیاسی که اون پشت دارن بیان همه چیز رو هایجک بکنن. ما در مصر شاهد این بودیم. جوان‌های مدرن اومدن انقلاب کردن، اما اخوان المسلمین، مسلم برادرهود، چون یک سازماندهی بسیار بزرگی پشتش بود و اون هم با سازمان امنیت شوروی در طراحیش و شکل گیریش نقش داشت، اخوان المسلمین اومد انقلاب جوان‌ها رو هایجک کرد. بلافاصله بعد از هایجک کردن اخوان المسلمین چیکار کرد؟ اومد گفت بیایم قانون اساسی جدید بنویسیم و تمام قوانین اسلامی رو وارد قانون اساسی مصر بکنیم، که اینجا دیگه ارتش مصر جنرال سیسی به داد رسید و یک کودتایی رو انجام داد به نفع مردم تا بتونن جلوی اسلامیزه شدن قانون اساسی کشور مصر رو به این شکل بگیرن. خب حالا که ما همه این تجربیات جلوی چشممون هست، چه بهتر که از همین الان ما آماده باشیم برای اینکه یک قانون اساسی مدرن و دموکراتیکی رو بتونیم توسط اپوزیشن ایرانی نوشته شده باشه، اینها رو داشته باشیم در دست که اگر به هر دلیلی رژیم هر لحظه امکان ساقط شدنش هست، امکان عوض شدنش هست به هر شکل و هر دلیلی، و چه ایرادی داره که ما از الان آماده باشیم. و میخوام خواهش بکنم از همه عزیزانی که در نهضت مسیحیت دارن فعالیت میکنن، مطمئن باشی که اگر سازماندهی نکرده باشی، یک بخشی، من باورم اینه، یک بخشی از تلاش‌های شما باید در این باشه، چون اجتماع برای شما مهمه، اینکه چه کسانی میان حاکم میشن بر مردم باید برای شما مهم باشه مسلم. و بیایید و لطفاً وارد این قضیه بشید، سازماندهی‌های منظمی رو بذارید ما از این جریان هم ببینیم. و من خوشحالم که تعدادی از کشیشان عزیز رو ما در این کنفرانس 17 میمون از جمله کشیش رسول عزیز خواهیم داشت که از نزدیک شاهد این تغییرات باشن.